مادر همه بدبختی های ما رو جهل مردم، و غالبا سعی کردن رو اصا زمام داران که مردم رو جاهل نگه دارن، که مردم بیدار نشن سواری بدن، محله کورا باشه که اگر گفت من خوشگلم کورا قبول کنن، اما اگر چشمشون باز باشه ببینن که خوشگل نیست رسوا میشه. تو محله کورا میشه هر کسی بگه من خوشگلم، اون که نمیفهمن کورا. اما اگر کور نشد بینا شد دیگه هر کسی نمیتوانه ادعای خوشگلی بکنه. الان مملکت ما اینجوره، سابقه هم همینطور بود. یک مشت کر و کور، آیا اسلام چیه نمیدونه، هیچ کدوم نمیدونه اسلام چیه. رئیس دانشگاهش نمیدونه، رئیس دانشگاه الهیات آمده یه روز اینجا گفت آقا من رئیس دانشگاه الهیاتم. خودم خیلی خود اصول دین چند تاست بشه برخورد اصول دین همه میدونن. گفتم بله خب بگو. گفت 5 تا. گفتم خب مدرکش چیه؟ رفت تو فکر. خدا گفته 5 تا، نه همچه آیه نداریم. پیغمبر گفته 5 تا اصول دین، همچه حدیثی نداریم. نون توش معلوم شد رئیس دانشگاه الهیات اصول دینشو نمیدانه. قوم برو قوم پیش آیت الله العظما، هر آیت اللهی که قبول دارید. خب اصول دین چند تا؟ میگه 5 تا. خب مدرک شما؟ خدا گفته کجا؟ پیغمبر گفته کجا؟ نمیدونه. وقتی که بنا شد رئیس دانشگاه آیت الله العظما اصول دین ندانن، ببین اون مملکت چه خرطوخاری خواهد شد. این ملتش چقدر نادانه، یه رؤساشون اینجور شد که اصول دینش نمیدونه مدرکش چیه. حالا فرعون های زمان مثلا پهلوی چی میگفت؟ میگفت امام زمان کمر منو گرفته، میخواستم از اسب بیفتم در کجا امام زمان کمر منو گرفت. یا مهدی ادرکی همه جا نوشتم. همه چی ادرکنی یعنی چی؟ شرکه. خدا باید به داد ما برسه یا مهدی؟ مهدی کیه؟ چه کار است؟ کجاست مهدی؟ اصلا مهدی راست یا دروغه؟ یک مهدی دروغ برای ما درست کردن دادرس همه ماست، و خدا چه کاره؟ خدا بره بکارش. خدا رو بردن جاش یه مهدی موهوم گذاشتن. چرا؟ برای که ملت ما نادانه دیگه. دیروز روی ماشین داشتم میرفتم بهش گفتم آقا جان، آقا تو نوشتی رو ماشین یا مهدی ادرک نی؟ اون مهدی مگه بشر نی؟ اولا راست مهدی امام حسن هست که اسم اولاد نداشت. کی به تو گفته اولاد داشت؟ حالا داشت، میخوام ببینم من شما عقل ندارید. گفت آیت الله ایلانی همچی گفته. من چه کار کنم؟ حالا اینا دنبال کن آیت الله افتاده، عقلش حاضر می که بره دنبال عقلش. تا می حرف بزنین که آیت الله من کی همچی گفته؟ خب ملتی که دنبال عقلش نره، چشماشو باز نکنه، همون گفته محله کورا، هر که من خوش دارم قبول می کنه. ملت باید چشمشو باز کنه، عقلشو باز کنه، تو نمی کنه. بابا جان محمد از همه بالاتر، محمد سم بشته، دختر یهودی سم بشته، محمد پیغمبر صلی الله علیه مسموم شد، خودشو نتونست نجات بده از سم، تو رو نمیده نجات میده. ها؟ بعد مهدی همه جا حاضره، آن به چه دلیل؟ مهدی الان به داد ما میرسه، آن به چه دلیل؟ چی گفته این؟ مهدی ایمان به مهدی جزو اصول دینه؟ نه، خود مهدی اصول دینه؟ نه، خود مهدی فروع دینه؟ نه، امام باید تابع دین باشه. خود علی نه اصل دینه نه فرع دین، با چیه تابع دینه؟ خود علی چکاره بود؟ تابع دین بود دیگه، ولی اونا باشن اینه کردن اصل دین. چرا جدال؟ ولی بخواه باشه حالی کنی جدال میکنه. آقا عزیز یک خیابان ما هم تو رفتیم با این شوفر،
هی حرف زدیم هی جدا شده هی دیدیم فایده نداره بسیم آقانه پیاده کنم فایده نداره هرچی شو یه چی دیگه میگه آقای میلانی همچی گفته لعنت با آقای میلانی. پس این ملت گمراه کی میخواد اینا رو هدایت کنه؟ باید خودشون طالب هدایت نیستن. حالا تا آدم مثلا میگه ما از آخونده برگشتیم، خب حالا ما برگشتی چی بیش؟ ویلون و سیون و سرگردن. پر شبای جای بودیم به دکتری میگفت که ما از آخونده یقین کردیم که اینا بی خودن، با همه شون برگشتن، از همه شون برگشتن. خودم خب حالا برگشتی، حالا چی؟ حالا یه مردی هستی سرگردان و ویلان و حیران. آخرم هیچ اگر آخونده برگشتی درست میشه کار؟ نه، باید راه رو پیدا کنی، راه حق رو پیدا کنی. ولی رم کردن عظیم رم کردی، خب باش رم کن، انقدر رم کن تو چشم کور باید باید راه رو بشناسی. ولی رم کردن که هنر نی، ما از اینا برگشتیم، خب حالا برگشتیم، حالا چی؟ هیچ. ببین این است که اینا هادی ندارن، نمیخوان هدایت. اگر کسی طالب هدایت باشه خدا رو نجات میده. برگه یک فردی بود در قم به خاطر قضایای حضرت آیت الله العظما بروجردی که مقداری نسبت به ایشون در مسجد امام قم جسارت کرد و مردم قم به ایشون اعتراض کردن و اینو از قم بیرون کردن به خاطر اهانت به یک مرجع تقلید. ایشون رفت تهران، اونجا یه مدتی بود و مجموعاً 60-70 تا کتاب نوشته. بعضی از کتابهاش در خلاصه تأیید شیعه است، بعضی از کتابهاش در رد شیعه است و ایشون یک جا هم نگفته من سنی شدم یا وهابی شدم. ولی خب ایشون یک فردی بود که مراجع ما رسماً اعلام کردن گمراه و گمراهگره و کتابهای ایشون از کتب زاله و مزله هست، مثل آیت الله العظما میلانی و دیگران ایشون رو کلن تفسیق کردن و ایشون رو فاسق اعلام کردن و ایشون در جامعه شیعی جایی نداشت غیر از تعدادی از افرادی که در 20 نفر تو مسجدشون بودن. الان نوارهایی هم که داره پخش میشه در یک جمع چند نفره بوده و برقعی در آخر عمرش پشیمان شد، حتی وصیت کرد منه در امامزاده شعیب در روستای کن اطراف تهران دفن کنن. امام جماعت اونجا، امام جماعت اون روستا رفتن گفت بله ایشالش که توبه کرده برای شما اصلا اشکالی ندارد. اگر من به جای ایشون بودم گفتم ایشون اصلا لیاقت این که در اینجا دفن بشه نداره. و این نوارهایشون هم که داره پخش میشه هر کس میبیند شدیدترین لعن خودشون رو بر ایشون میفرسته، یعنی با این عبارتهایی که از ایشون داره پخش میشه و در حقیقت اینها دارن کاری میکنن عذاب ایشون رو در قبر دوچندان میکنن. علایال ایشون یه همچه آدمی بوده، مطرود حوزه علمیه، مطرود مراجع ازام تقلید و مطرود جامعه شیعه بوده. حالا ایشون با پولهایی که از عربستان سعودی گرفت اینها بود، دین خودشون رو فروخت به دنیای وهابی ها و کتاب چیز رو ایشون برداشت ترجمه کرد، ابن تیمیه رو، منهاج البدعه شون رو ترجمه کرد. اینها حالا کاری نداریم، اینو ما بارها گفتیم. از 1000 تا 1100، از 1000 تا 1100، 1330، نه 1130، از 1000 تا 1100، 1000 تا 1100، 100 هزار تا هزار صد، صد هزار تا هزار صد یازده سال وفات علامه مجلسی. هزار و صد و یازده. عرض کنم که حالا از هزار تا هزار صد هم یه عدد بفرمایید. حالا هزار رو مثلا هزار رو کم پایین تر، چهل و خورد پنجایی چیزی، هزار پونصد پنجا پنج. تنها باری نیست که شاه و ملکه به قصد زیارت به مشهد می روند.
آنها پیش از این نیز بارها به این شهر رفتند و سفر زیارتی داشتند و مسئولان آستان قدس رضوی به طور مرتب شاه را در جریان پیشرفت پروژه های عمرانی و توسعه حرم امام هشتم شیعیان می گذارند. سفرهای مذهبی شاه محدود به مشهد نیست. او چندین بار به عربستان نیز سفر می کند و با حضور در کعبه مراسم و مناسک حج را به جا می آورد. حتی در پنجاهمین سالگرد تأسیس حکومت پهلوی در آرامگاه رضاشاه پهلوی که یک مناسبت غیر مذهبی است، صدای اذان مؤذنزاده اردبیلی پایان بخش مراسم است. الله اکبر.